بیا هم ښه راغلاست. او درنو لیدونکو، د سولې ولسي حرکت چې له هلمنده اداره کتره پیل کړی او څه موده په کابل کې و، اوس دوی پلان لري چې پله مزار شریف ته خپل دارکات پیل کړي او د سولې غږ د مزار شریف تر خلکو هم ور ورسوي. همکاره مې نبیله اشرفي له هماغه ځایه راسره ده په ژوندۍ بڼه. نبیله، راته ووایه چې د سولې ولسي حرکت کوم پروګرام سره پله مزل پیلوي او ځي مزار شریف ته؟ خیلی تشکر. حرکت مردمی صلح‌خواهی تمامی اعضایش آماده هستند، چون اینا راهی ولایت بلخ هستند. البته شما از اینا تصمیم دارن که با پای پیاده، با پای لچ البته میرن طرف بلخ و همون قسمه که اینا از این پیش پشت در سفارت ها و نهادهای نمایندگی، نهادهای خارجی در کابل، اینا صدای خود، صدای صلح‌خواهی از آدرس مردم برای مردم او کشورها رسانیدند. اکنون اینا تلاش دارند که برن طرف ولایت بلخ و همین گونه نشست هایی با مردم و در مسیر راهی که از کابل تا بلخ میرند با مردم گفتگو بکنند راجع به صلح و موضوعات دیگی را که از برنامه های از اینا هستند با مردم بشینند گپ بزنند و برند تا ولایت بلخ و پس از آن برنامه از اینایی است که از بلخ و ولایت های دیگی مثل هیرات و ولایت های دیگی برند. ما فعلا رهبر امی حرکت با خود داریم، میشه که ما معلومات بیشتر از اینا بپرسیم که اینا چقدر آماده هستند، چقدر آمادگی گرفتن که ما بود اگر به مسیر را با مشکل مواجه شوند کمک های سیهی همراهشان است و برنامه دیگی را که اینا دارند در مسیر را خراس با مردم گفت بزنند راجی به اینا بر ما معلومات بیشتر بدن. خیلی تشکر خیبر صاحب از اینکه وقت گذاشتین گپ بزنین با ما. میشه بر ما بگوین که برنامه امروز سفر ولایتی تان آغاز میشه، شما قرار است برین بلخ، در این مسیر را با کدام ولایت ها سر خواهد خوردین، چقدر مسیر شما پیش بینی کردین که چند کیلومتر خواهد رفتین، چقدر آمادگی براتون گرفتین از نگاه سیهی که ما بادا از آی حرکت چون فصل گرما هم است ما بودم مشکل سیهی مواجه شوند. بسم الله الرحمن الرحیم. سفر امروز آغاز میشه به سوی مزار شریف، در راه به همه مناطق که نزدیک به سرک است اونجا میریم، به هر قریه میریم، به هر مسجد میریم، به همه مردم عزیز خود از نزدیک دیدار میکنیم و از اونا میپرسیم که تا به کی انتظار بکشیم، تا به کی انتظار باشیم که خارجی ها وطن ما را میسازد. و تیاری ها تقریبا گرفته شده، اما بستره چریکی آماده شده چون اون طرف یخ است و فست ایت کیت هم و کمک اولیه دوستای ما، بعض دوستای ما او را برای ما جور کرده، او را امرای خود داریم. انشالله مشکل چندانی نداریم. وقتی که به خریجات برسیم در خریجات مشکل کم میشه، چون در خریجات نان و چای هر چیز مردم تهیه میکنن، فقط در شهر همین مشکل بود، مشکل نان و چای. در خریجات انشالله ما باز مشکل نداریم، چون این تجربه را در راه ما کردیم. وقتی که قریه میرسیدیم هر چی مشکل حل میشد. چند کیلومتر را خواهد رفتین پیش بینی کردین؟ چه مدت زمان در بر خواهد گرفت تا شما بلخ برسین؟ و فکر میکنم برنامه تانی است که در اونجا با مردم گپ بزنین و پس از او هم شما برنامه دارین مثل سفر به طرف ولایت هرات و جای دیگه. این دفعه موضوع ما مطلق تغییر کرده، فقط این دفعه مخاطبین ما مردم هستن و از مردم میخوام که منسجم شوین، یکجا شوین، متحرک شوین، حرکت بکنین. کوشش میکنیم که در راه مجالس کلان جور بکنیم و مسئله فعلی وطن خود با اونا شریک بسازیم و تقریبا روزانه تا 20 کیلومتر کوشش میکنیم که حرکت بکنیم، چون این دفعه پای لوچ هستیم و بعضم گفتن نمیتونن، چون این تجربه را قبلا نکرده بودیم، تجربه نو است برای ما و با می تجربه می خواهیم مردم خود متوجه بسازیم تا حرکت بکنن، یک جا شوند. در کابل شما پشت چند در نهادهای بیرونی بودین، دانتان سین صدایتان برسانیم و چقدر صدا تأثیر گذار بود؟ بله، ما می خواستیم که موضوع افغانستان ملی شوه، حتی جهانی شوه، جهانی شد و ملی خوبیخی شد که کار ما کردیم و ما می خواستیم که با می سفارت ها، نزد سفارت ها برفتن به مردم خود نشان بدهیم که می سفارت خانه ها در افغانستان داخل هستند و اگر اینها بخواید صلح آمده میتانه. اما آلی ما میگیم که اونها خوب منافع ملی خود
حفظ میکنه. ما چرا منافع ملی خود حفظ نمیکنیم؟ بخیر باشه. خیلی ممنون. همون گونه که خودتان در جریان هستین، این حرکت از ولایت هلمند آغاز شد بله. با برگزاری چادرهای اعتراضی و پس از اونا با پای پیاده راهی کابل شدند. اینا پشت در نهادهای خارجی، نمایندگی سفارتخانه ها و کنسولگری ها اینجا بودند. امو صدایی را که صلح‌خواهی هست از آدرس مردم افغانستان و مردم از اونا رسانیدن و اکنون اینا آماده هستند و قرار است تا چند دقیقه دیگه برند راهی بلخ شدند. مننه درنو لیدونکو، زموږ همکار نبیله اشرفی وه چې د سولې د ولسي حرکت د یو بل حرکت په اړه جزئیات راکول چې دوی پلی خپل مزل پیل کړی دی، پیلوي په څو شیبو کې اوزي مزار شریف ته، او دا ځل په یو لوی تغییر سره دوی پیبلي، یعنی پرته له دې چې په پښو یې بوټان یا څپلۍ وي، همداسې پیبلي پښې ځي مزار شریف ته.